در تفسیر این حدیث مصطفی علیه السلام که ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوه و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوه فمن غلب عقله شهوه فهو اعلا من الملائکه و من غلب شهوه عقله فهو ادنا من البهائم. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید: یک گره را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است اون نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. نیم خر خود مایل سفلا بود، نیم دیگر مایل اغلا بود. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در عذاب. وین بشر هم زمتهان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گره مستقرق مطلق شده است، همچو عیسی با ملک ملحق شده است. نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویی یا از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان او بی آن شود. زان که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته است. او ز حیوانها فزونتر جان کند، در جهان باری کاریها کند. مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دیگر ناید پدید. جامه های زرکشی را بافتن، دورها از قعر دریا یافتن. خردکاری های علم هندسه، یا نجوم و علم طب و فلسفه. که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است، که عماد بود گاو و اشتر است. بحر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. پس در این ترکیب حیوان لطیف، آفرید و کرد با دانش علیف. نام کل انعام کرد آن قوم را، زان که نسبت کو به یغز نوم را. روح حیوانی ندارد غیر نوم، حسهای منعکس دارند قوم. یغزهو آمد نوم حیوانی نماند، انعکاس حس خود از لوح خواند. همچو حس آن که خواب او را رو بود، همچو حس آن که خواب او را رو بود. چون شد و بیدار عکسیت نمود، لاجرم اسفل بود از سافلین. ترک او کن لا احب الافلین.